آقا من که بوم بودم خدای من مجبور بودم ملق بزنم تو بازی. من تا حالا تو این دک بازی نکرده بودم. دک بسیار زیبایی بود. از این به بعدم بیشتر میام تو این دک. خیلی جو بسیار بسیار محترمی داشت. بریم. اوکیه. واقعا شروع شد. بچه ها سلام، خوش اومدین. دومین تورنمنت زودیاک رو میخوایم با یک بازی خیلی خفن به نظرم شروع بکنیم. قرعه کشی خیلی باحال در اومده. قرار بوده که بازی افتتاحیه‌مون خیلی بازی جذابی بشه. چهره‌های جذابی رو من می‌بینم که اون معامله همچنان همیشه پیشنهادش هست. اگر می‌خوای مثل این معامله‌ای که من با تو داریم جریانش مثل اون کت سفیدیه که آقای بهرانی میگه هیچ کس جریانش رو نمی‌دونه، فقط خودش امید می‌دونن و من این جریان معامله فقط من می‌دونم و تو و دو سه نفر دیگه. آره یه دو سه نفر دیگه. خیلی پخشش نکنید آبرو میره. خیلی خوش اومدین به تورنمنت، امیدوارم بازی خوبی بشه. شما هم خیلی خوش اومدین، بیننده های محترمی که برنامه ما رو روی کانال یوتیوب دنبال میکنن. با توجه به فیدبک هایی که از شماها گرفتیم توی سری اول، تعداد دوربینامون از یه دونه به 3 تا افزایش دادیم. 3 تا دوربین هست، یه دوربین 6 نفره اینور میگیره، یه دوربین 6 نفره اینور، یه دوربینم واید میگیره و با تدوینی که میشه امیدوارم تصاویر خروجی نهایی برای شما جذاب و دیدنی در بیاد. همینطور دست به دست شدن این میکروفونا، چون یه ذره میگفتید برای پلیرها سخت، شما دلتون میسوخ ولی ما خیلی دلمون نمیسوخ، گفتیم ما بی‌رحم نباشیم. اینا تبدیل به 2 تا شد، شاید 3 تا و 4 تا هم بشه تو بازی بعدی، ولی فعلا 2 تاست. یه میکروفون 6 نفره اینور استفاده کنن، یه میکروفون 6 نفره اونور که چالش اگر رو به رو اینا در اومد یه خیلی معطل دست به دست کردن و اینا، در حد همین دو طرف من دست به دست بشه میکروفونا و اینا. ولی حتما با دست غیر تخصصیتون میکروفونو بگیرین که موقع صحبت اینجوری هیجاناتتون روی میکروفون نشه و صدا کیفیتش کم نشه. اینم از این. توضیح بدم که قاعده های حاکم بر بازی زودیاک فصل دومه، یعنی اسلحه جنگی اگر توسط تفنگدار تو بازی تزریق بشه و دست کسی بمونه و استفاده نکنه تا قبل از رأی گیری، آخرین فاز قبل از رأی گیری، میخوام برم توی رأی گیری اعلامش میکنم و میگم فلانی دستش تفنگ جنگی بود نزد، یادش رفت یا ترجیحش این بود که نزد، نمونه تو دستش ترکید، ممکنه سیاه بازی یه ریسکی رو برداره، یعنی بگه من الان تفنگ اگه یوز کنم و اینا بی خودی سر زبونا میافتم و صحبت حالا به چرا به این زدی و چرا نزدی و اینا، حد میزنه مشکه کلا صداشو در نمیاره، نمیزنه. اگر این ریسکو برداشتید یه موقع ممکنه بترکه و جنگی باشه. همون روز اول هم ممکنه تفنگدار بهتون جنگی داده باشه، خیلی قاعده قانون نداره دیگه. ممکنه که معمولا روز اول نمیدن ولی معلوم نیست. این تفنگه زودیاک هم هر شب نامه داره. این تبلتی که اینجا پیش من هست رو من به آرامی به کسی که زودیاکه تحویل میدم. ماسکش رو اگر که راحت نباشه ازش میگیرم. با قلم و این تبلت کار میکنه. اکتشب هم نداره. این دفعه موزیک و اینام توی شب با صدای بلندتر و قوی تری داریم که اکتشب امیدوارم که اتفاق نیفته. شما هم اگر اکت گرفتید از بغل دستیاتون لطفا صداشو در طول صحبت‌های روز در نیارید، برای خودتون استفاده کنید. توی ویدیوهای جداگانه قبلا تو صفحه هم گفتم که قصه مافیا اینه که مافیاها 3 نفر شب یواشکی دارن میرن واقعا آدم میکشن و اگر تورایی که دارن میرن پاشون گیر کنه به یه میزی از یک خونه‌ای که قراره برن بکشن، یا پنجره صدا بده یا بوفه درش تق بخوره به هم دیگه، خب فعل اوناست در حقیقت، خوب کارشون رو انجام ندادن. یه مقداری یواش با هم صحبت کردن، صدای لب‌های شما بر هم خوردن تو شب نیاد و بغلی نشنوم، جزء اسکیل‌ها و توانمندی‌های شما به عنوان مافیاه. باید می‌خواید آدم بکشید تو شب و با هم دیگه هماهنگ بکنید، بتونید که تو کمترین سر و صدا این کارو بکنید، ولی حالا بغل دستی هم اگر اکتی گرفتن صداشو در نیاره. اینم از توضیحات. دیگه قواعد و قوانین و اینا رو که بلدی چیز خاصی ندارم اضافه بکنم. توی ویدیویی که برای فصل دو من منتشر کردم گفتم بعضی از چیزایی که پیشرفته‌تر توی این فصل اتفاق افتاده بود، تو بازی‌های خودمون البته از همون فصل اول زودیاک خودمون اتفاق می‌افتاد. اینکه کسی بگه من دیشب بسته بودم، ادعای دیفیوز بودن و بسته بودن و شعبده روش نشستن آزاده، ولی ادعای ممکنه مافیایی باشه که خودش دیزیبل شات با هم کرده و داره این ادعا رو می‌کنه و ممکنه شهروند باشه. لزوماً ادعای دیزیبلی شما رو شهروند نمی‌کنه، خصوصا بعد از شبای زوج زودیاک هم ممکنه دیزیبل باشه، مافیا هم که ممکنه دیزیبل شات کرده. خیلی ارزشمند نیست گفتنش ولی آزاده. ادعای این که ما شهروندانی هستیم که در تیم اوشن همو پیدا کردیم هم آزاده، ولی بازم ادعای به درد نخوری است. ممکنه که مافیایی باشه که اوشن رو خورده و مطمئنه و حالا با یاراش اوشنی و یار شدن و اینا رو برداشته. تو بازی خودمون به کرات این حالتهای مختلف و بمجل خود گذاشتن و اینا رو دیگه حسابی تهش رو در آوردیم. دیگه رسیدیم به این که تفنگدار از من میپرسه من با تفنگم میتونم خودمو بزنم، چون دیشب بسته بودم نشون بدم اینقدر مطمئنم. نه، با تفنگتون خودتون رو نمیتونین بزنین، ولی به این لبه های پیشرفته بچه ها نزدیک شدن. دیگه چیزای ساده رو توضیح ندادم، بریم زودتر سراغ بازی. نکته ای چیزی اگر دوستان دارن که بریم. خیلی جان اطلاق نقش برای کسی
برای کسی که رفتن بیرون آزاده، داخل بازی به هر کسی یا به خودتون میتونین بگین مافیا شهروند، مستقل که مستقل چون یه دونه زودیاکه، اطلاق زودیاک آزاده کلا. هر کسی به دیگری یا خودش میتونه بگه مافیا شهر زودیاک، بسته به پلنی که واسه بازی داره. خیلی خب، ماسکا رو یه صورت نقش بدم، برو بگیم موزیک لطفا. موین از کجا شروع کنم؟ اینو که رندوم شد حسابی با خود تو هم بگو از کجا شروع کنم رندوم در رندوم بگو. از این آقا اون یکی فرزان فرزان بر آقای فرزان علی رضا ماست کامل به صورت از بالا پایین بچسبه لطفا. میلاد میلاد ماسکو بردار نقشه تو ببین. محمد جواد آریان سپر علی رضا پلاس دو تا علی رضا تو بازی داریم، یکشون رو میگیم علی رضا، یکشون رو میگیم علی رضا پلاس. صبحان جاوید سالار پروانه آرمان فرزان دفتر قضیه بود نشده دوباره بازم نیست ببینی؟ رفت آقای در من سخت شده از قابل این آمود بسیار خوب، همه نقش دارم بالا. من روز میشه 5-4-3-2-1 اعلام روز چشم باز. این طرف سر صحبت کی میخواد باشه؟ آره اگر که این کار نکنید خوب شما هم یه ذره میزو اگه سبب بچسبونید فکر کنم سر صحبت کی میخواد باشه؟ از آقای محمد جواد شروع کنیم در جهت در بابای ساعت میچرخه میرسه اونور تا آقای میلاد عزیز. خب سلام دوستان، محمد جوادم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. یه جمله رو از یکی از دوستامون نقل میکنم، بعضی از بچه ها میشناسنش، میگه که شهروند بازی با تارگت نزدنه به من بازی رو برای خودش و برای من راحت کنه با تارگت نزدنه به من. از اینجاها تارگت میزنم به آقای سپه. سپه درست شما سپه؟ من سپه شمایی. من داشتم آخه اسما رو ترتیبش رو نگاه میکردم به این ترتیب گفتم. به سپه میزنم، به اسمتو نمیبینم، سالار میزنم، این طرفم به آقای فرزان. سپه رو سالار رو فرزان، این ستا به چرخه ببینیم چی در میاد. رفقا سلام، من آریانم، خیلی خوشحالم دارم باهاتون مافیا بازی میکنم، برام بازی پر از فکت و استدلالی باشه. یک چیزی رو باید هر بازیکنی بدونه، آدم ها روز خوب دارن روز بعدم دارن، امیدوارم هر کدومتون تو هر ساعتی که هستیم امروز بهترین روزتون باشه. به نظرم شما مافیایی، صبحانم مافیاس اینده است، پروانه هم به نظرم مافیاست. پروانه رو از شما به تو بیشتر اسم مافیایی نسبت بهش دارم. بچه تو هم خیلی تکون میخوری. بچه ها سلام، من سپهرم، خیلی خوشحالم دارم با همه تون بازی میکنم. خارج از هر سایدی آنران تو بازی شهروند دارم، خارج از هر سایدی تو بازی. خانم پروانه رو مافیایی بازی دارم. این دوست بغلمون آقای آرمان رو هم تو بازی مافیا دارم. فعلا همین فیلینگی زدم چون من قبل از خودم تو کلن تو بازی برایند میگیرم، ولی فعلا آریان رو مستقلا شهروند دارم. بفرمایید. سلام، من علیرضا پلاسم، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. من نفر چهارمم، زیاد توی سه نفر قبلیم چیزی دریافت نکردم، ولی چشما رو که باز کردیم چهار نفر، آقای صبحان، آرمان، علیرضا و محمد جواد، گارد بسته توشون دیدم. و آقای محمد جواد وقتی شروع کردش به من نگاه کردش، گفت تو سپهری؟ گفتم نه، من علیرضا هم. و تو ادامه به سپهر تارگت زد. شما اگه فیلینگی میخواستی به چهره تارگت بزنی، باید تارگتتو میوردی رو من، نه که مجددا به اسم تارگت بزنی.
سلام علیکم. 300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما را از سر بریده میترسانی، ما اگر از سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرقصیدیم. دوستان صبحانم، خیلی خوشحالم که داریم دیگه با هم بازی میکنیم. نفر شماره یک شهروند قطعی این بازی، شماره دو آریان جان عزیزم، یه ذره فقط احساس کردم از موضع ضعف صحبت کردی، روز خوب روز بد، یه نیمچه تارگت به تو، فعلا اصلا تارگت قطعی نیست، به تو دارم، سر و شهروند دارم. داداش تارگت میزنی، تا حالا چند درصد تونستی با گارد بسته مافیا بگیری تو زندگیت؟ چند درصد شده؟ خیلی درصدش کمه. بعد گفتی گارد بسته، محمد جواد گاردشو بسته در کرد، اون مافیا است، من میگم اون شهروند تو مافیایی. تو رو اینجا مشکوک داشتم تو چهار نفر قبلی خودم. من به پروانه تارگت فیلینگی دارم، به علی رضا هم میزنم. بین شما دو تا مافیا هست قطعی. درست علی رضا؟ من احساس میکنم که هست. به تحکل نام اعظم و سلام دوستان، جابر بازیم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. دادا شما پروانه رو مافیا داری؟ نباید دیگه آریانو مشکوک داشته باشی، چون آریانه گفته پروانه تو این دک مافیاست. آقای صبحان شما پروانه رو مافیا داری؟ آقای سپه شما آریانو سفید داری؟ درسته؟ بچه ها کسی رو تو بازی سفید قطعی نکنی، من با این داستان خیلی مشکل دارم و فردا میخورم تو اون موقع به عنوان حتی اگه شهروند باشید. پروانه الان میشه شهروند من، هر کی از این به بعد میخواد به پروانه تارگت بزنه بعد بگه اول جابر. ببین آخ اینجا بد شدش. من یه تارگت میزنم به آقای آرمان، یه تارگت میزنم به میلاد، یه تارگت هم میزنم به آریا. دوستان فردا ببینم داستان چی میشه، چون خیلی فکر میکنم بازی قشنگ بشه. سلام بچه ها، سالارم، خیلی خوشحالم دارم تو جمعتون بازی میکنم. میدونی سیت یک من تارگت بک نمیکنم، برایندشو میذارم برای فردا. ولی میدونی آریا، من با تو یه مشکلی دارم. تو اینجا یه تارگت میزنی، دوباره برمیگردی، دوباره تارگت میزنی به خانم پروانه. این برای من ذهن مافیاییه، این برای من تارگت پراکنده است. بعد سپه بدون هیچی تو رو سفید میکنه، من جفت شما رو تارگت میکنم، بعدم به شما مشکل دارم. هر کی دوست داره یه جوری مافیاشو پیدا کنه، میخواد بابا گارد بسته پیدا کنه، شما میگی این گاردشو بسته تر کرد، من نمیدونم. من از قبل خودم به آریان، سپه و شما تارگت میزنم، بعد خودم هم تارگت نمیزنم. سلام، پروانه بازیم، به احترامتون میستم، امیدوارم که بازی خیلی خوبی باشه. یه تارگت سفت و سخت به آریان میزنم. کلن برایندت همیشه اینه که پروانه مافیاست، ولی اگرچه که مافیا منو داری، همیشه خودت مافیا بودی. یه تارگت به تو میزنم، یه تارگت به سپر میزنم که الگو برداری از روی شما میکنه، یه تارگت به این آقا میزنم و شما. آی صبحان بچرخه ببینم شما چی هستی تو این بازی. این آقا و اون آقا، اسمشو آقای میلاد و آقای فرزان، بفرمایید. سلام دوستان عزیز، آرمان هستم، تازه کار دکتون. آقای علیرضا پلاس تارگت میزنم، آقای سپه پیشفرض، من اصلا کلا مافیا داره همیشه، به ایشون هم تارگت بد میکنم. به آقای فرزان یه مقدار پاشو تکون میده، یه مقدار حالا میگم فکتین اکتی، ایشون هم تارگت میکنم. سلام دوستان، امیر فرزانم، خیلی خوشحالم با هم مافیا بازی میکنم. آقای آریان شما قبل زدی بعد رفتی، بعد زدی بعد رفتی قبل خودت، واسه مشکوک که من فکر میکنم پلری مثل شما این کار نکنه. علیرضا پلاس هم مشکوک دارم، فکر میکنم جا برم شهره، خیلی برنده خاصی روز بلایی ندارم، شهروند این بازی. سلام دوستان، علیرضا هستم، تشکر میکنم از تیم برگزار کننده این بازی ها و خوشحالم برای اولین بار توی این دک حضور پیدا میکنم. شروع میکنیم. آقای آریان ببین، من که اولین بار دارم توی اینجا بازی میکنم، فهمیدم سپر جابر جز پلیرهای خوب هستن. میدونی چرا؟ حمله نکردی سمتشون، ترسیدی بهشون حمله کنی، بلند شدی به کیا حمله کردی؟ من که طالبات بازی نکردم. صبحانو بهش حمله میکنی، خانم پروانه رو بهش حمله میکنی، به سه نفری حمله میکنی که فردا شب نیان سراغت. آیا آریان برای من مشکوک بازی میشی شما؟ صبحان بازی کنیم با هم، نترس، با هم بازی کنیم، بیا با هم بازی کنیم. دوست دارم با آقای جابر تارگت بزنم، دوست دارم با آقای جابر تارگت بزنم. آقای جابر ببینیم فردا با هم چیکار میکنیم، مافیای منو بگیر، فردا ببینیم با هم چیکار میکنیم. سلام دوستان، میلادم، خیلی خوشحالم که واسه اولین بار تو جمعتون هستم، کنارتون بازی میکنم. من سبک بازیم یه جوریه که دوست دارم روی فکت تارگت بزنم، حمله کنم، با اینکه از آقای جابر و خانم پروانه تارگت داشتم، دوست دارم فعلا موزه نگیرم، گارد نگیرم، یه دونه ترن بازی بچرخه تا بتونم به جایی که از رو احساس تصمیم بگیرم با فکت
بهتون تارگت بزنم ایشالله که بازی خوب و قشنگی در بیاد. ممنون هم صحبت های روز ناآگاهی رو شنیدیم. بریم برای شب معارفه. ماسکا روی صورت شب می شود. ماسکا روی صورت، ماسک از بالا و پایین صورت رو بپوشونه لطفاً. بسیار مافیای بازی بیدار، سه نفر قرمزهای بازی، اولین رویارویی با هم آشنا بشن. معرفی میکنم آل کاپون لایک، بومگذار، شعبد باز. فرصت شور و مشورت برای اعضای مافیا، سناریو چینی، برنامه ریزی. بسیار خوب، بخوابن اعضای مافیا. بریم سراغ معرفی بقیه برای بیننده ها. دکتر شهر، کارگاه، حرفه‌ای، تفنگدار، محافظ، اوشن، زودیاک بازی، دو نفر بعدی ماسک از صورت بر ندارن، دو شهروند ساده فقط لایک. چکرم بسیار خوب، بعد آمان روز میشه. 5-4-3-2-1 اعلام روز، چشم ها باز. سر صحبت همون آقای محمد جان. بچه ها کسی چالش میخواد؟ یه ذره تا اینجا بازی رو به نظرم همه سوسکی رد کردین، خیلی ملو و آروم و اینا. یه دو تا سوال دارم من از دو تا پلیر مخصوصا. آقای فرزان، شما آقای آریان رو چی داری؟ تا اینجای بازی؟ یا مافیا داری یا شهروند؟ تا اینجای بازی. بعد خانم پروانه رو چی داری؟ آریان، تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه تو هیچ اظهار نظری راجع به من نکردی، درسته؟ بعد شما برگشتی میگی آقای آریان شما ترجیح دادی اول به بعدت بزنی بعد به قبلت. قبلش که من بودم، مثلا اظهار نظری راجع به من نکرده. این آقای فرزان پروندهشو بپیچید سریع‌تر بره. آقای صبحان، شما کی به شهروندی من رسیدی؟ من خودم هنوز موندم با اون باگی که سر سپهر و علیرضا داشتم. قبل بازی با سپهر میگفتیم میخندیدیم، ببندم جمله‌مو، میگفتیم میخندیدیم، اینها که اصلا چجوری به شهروندی من رسیدی؟ نکست. واقعا چالش کسی میخواد؟ یعنی تو بازی خیلی تحلیل دارم، ولی ترجیح میدم بذاره بیشتر گوش بدم. من وقتی خونه پروانه دارو گردم سه نفر لایک دادم، من که خودت بیدید ما لایک ندید رو تارگت من لایک مگه ندید، من دیدم لایک داد آقای جابر رو تارگت من خونه پروانه لایک نداد. اوکی اصلا مهم نیست. آقای صبحان، خودت با من هم نظر بود مگه نبود؟ خب معلومه. خب به اون تارگت من که دیدم مشکلی تو رسید دو بازی تازه صحبتی نبود بازی، بس بعد مسیر نشی من تارگت بزنی. حالا آقای جابر کلا برند و برعکس رفته، خود خانم پروانه اومده به من تارگت زده، به آقای صبحانی که قبل از خودش بیشترین فشار تقریبا رو من گذاشته بعد این پلی رو تحلیل کرده به اونم تارگت زده. حالا اون آقا به نظرم توی بازی خیلی مشکوکه. شما مگه میشه منی که موجه رو چک دادم، خود اینی که به شما تارگت زده با من میگی به من نمیشه تارگت زدی، با اون پلیر دیالوگ میکنی؟ شما هم مشکوکی، دیالوگی شما هم گفتی برای سیت دوم بازی نه انتهای بازی، این همه فکت تو بازیه. پس شما هم برای من صحبت کن پروانه. میکروفون رو بچه ها بدین از اون آقای آریان، الان من مافیام یا آقای جابه نمیدونی؟
آقای صبحان رو تارگت کردی الان شما. آقای آریان شما به فکت دروغ، شما الان گفتی آقای جابر لایک نشد، بس سه تا پلیر نبود، خودت یکی بودی، آقای سپه بود، آقای صبحان بود، با خودت حساب کردی آقای جابر اصلا لایک نشد، آقای جابر شما گفتی پروانه مافیای دیسلایک نشد. ببین به همین فکت تو خیلی واضح مافیای بازی. من صحبت کنم توی بازی، ببین فکت آقای فرزان توی بازی اینه، از آقای آریان خورده میگیره که چرا رفتی جلو بعد اومدی برگشتی عقب، داشت سیت قبل از خودت، اول آقای علیرضا رو تو بازی تحلیل کرده بعد اومده آقا منو تو بازی تحلیل کرده، نفر قبلی توی بازی، پس بین شما دو تا قطع به یقین مافیا نشسته، بین این دو پلر قطع به یقین مافیا نشسته. حالا کسایی که اومدین گفتین آقای آریان تو بازی مشکوک شد، راه تارگیتی داشتید به من توی بازی، به من باید تو بازی تارگت می‌زدین، چون من خارج از هر سایدی گفتم شب قراره با آریان تو بازی چش باز کنم، نزدین دیگه، یه دونه جابر زد، یه دونه خانم پروانه شما رو تو... نه خانم پروانه زد، آقای جابر زده توی بازی. امروز اونجا میخوام باز کنم آقای فرزان و آقای اون پلیر آقای آرمان توی بازی. بفرم آقای چالش، اول کسی میخواد؟ آقای فرزان شما دیروز به من تارگت زدی، من صحبت کردم، آقای صبحان از من خورده گرفته چرا به فکت گارد بسته صحبت کردی، آقای سالار گفته که دوست داشته اینجوری صحبت کنه، شما وقتی من تارگت میزنی راجع به یکی از این دوتا هم باید صحبت بکنی. آقای صبحان من به فکت گارد بسته تارگت زدم، شما به چه فکتی شهر خوندی و شما هم تارگت نداشتی. آقای جابر راجع به شما هم، شما راجع به آقای صبحان فکت آوردی راجع به این که آقای آریان به خانم پروانه تارگت زده، از آقای صبحان خورده گرفتی چرا به خانم پروانه تارگت زده، بعد تهش سه تا تارگتتو به سه نفر دیگه زدی، راجع آقای صبحان صحبت نکردی، شما به آرمان میلاد آریان تارگت زدی، راجع به آقای صبحان تارگت نداشتی. دوستان چالش، ببین اون وقت که باید چالش بگیره بیاد تو بازی، نمیدونم چرا نمیاد، شما دو نفر قطعی باید یا از من یا از این داداش بعد از حرف سپر باید چالش میگرفتید میومدید توی بازی، ولی نگرفتید نیومدید، پس تارگت زدم به شما، واقعا مستحقش هستید هر شما دو نفر. تحلیلتو دوست داشتم آریان، تو باید ببین من تارگتو شروع کردم به تو، بعد از من تارگت ادامه داشته، جابر زده، پروانه زده، اون داداشی که از اون دو تا زده فکر کنم فرزان به تو زده، تو باید اونها رو هم تحلیل می‌کردی دیگه، رو کارت خودت و رو کارت من. نه سپر گفت بین اون دو تا یکی، من نشدم تو بگی، تو باز گفتی جابر، تو اولین نفری که باید می‌گرفتی باید جابر بود، تو فقط باید به جابر تارگت می‌زدی. الان میگم چرا، الان بهت میگم چرا. جابر برگشت گفت پروانه شهر من دیست دادم، سپر دیست داد، تو هم دیست دادی، ولی رفت جای دیگه تارگت زد. تو راه داری جابر رو گردن بگیری ولی نمیگیری. بریم چالش، کسی چالش نمیخواد؟ دوستان نها کنید، آقای آریان گفت پروانه مافیاست، من بهش دیسلایک دادم. آقای صبحان شما دروغ داری وارد بازی میکنی، من به آریانم تارجت زدم، گفتم من به آریان و آقای میلا و آقای آرما، پس چرا سر این که این آقا گفته شما به آریان تارجت نزدی لایک دادی؟ آقای صبحان مشکوکه ولی میدونم کارتشیه. داداش مگه میشه شما نریخته باشی با کارت قرمز و شماها چرا به این آقا گیر نمیدی وقتی کارت قرمز رو دیده؟ مگه میشه تو جنگ من و آریان و صبحان شرکت نکنید؟ من به این پلیر گفتم شهروند، باید منو بالا پایین میکردی، میگفتی برای چی شهروند داری روزه یک؟ من با سه نفر رفتم تو بته، باید به من گیر میدی آقا. همچنین شما مگه میشه شما این آقا رو نبینی؟ یه تارگت دوتا کلن زده باشه، شما که اصلا کلن تارگت نزدی، پس اون ور بچه دوتا مافیا قطعی تو بازیه. صبحانم کارت مستقلی فکر کنم چشیده، میخواد هم این وری بازی کنم اون وری. آره من همچنان با تو مشکم، فقط دوستم به بازی برگه، انقدر شهروندم که میتونم واسه تو راحت مافیا رو بخورم. من فقط یه نکته رو بگم آقا جابر، من الان چون راجب آقای صبحان با شما مشترکم یه ذره میتونم تعامل بکنم، ولی من گفتم شما با آقای صبحان تارگت نزدین، نگفتم با آقای آریان تارگت نزدین، گفتم با آقای صبحان تارگت نزدین. آقای صبحان شما میگین اون دو نفری که اونجا هن مستحق به تارگت خوردنن، کل ترمتون رو راجب آقای آریان صحبت میکنید، شما پس بعد اونجا تارگت رو مستقیما شارژ کنید دیگه، نه که یه کلمه بگین و بعد کلا راجب این ور شک کنید. این ور
بچه ها خیلی این موضوع برای من جالبه. من خودم با آقای آریان تارگت زدم، با آقای صبحانم تارگت زدم، سپهرم تارگت کردم، ولی هیچ کدوم از شما موقعی که داشتین اینو میآورین اصلا با من نیومدین توی هیچ دانسی. این برای من خیلی جالبه. بعد شما دوتا اصلا وارد بازی نمیشین بچه ها. الان شما شهر مگه نیستین واسه کارتتون بجنگین؟ شما مگه نگفتین میخواین با فکت بازی کنین؟ نصف بازی گذشت یه چالش بگیرین. من بچه ها این ور بازی رو آقای صبحا مشکوکم، سپر رو کاری ندارم، رو آریان هم مشکوکم، بین این دو دوستم به نظرم مشکوکه. شما الان باید چالش بگیری، شما همین الان باید به نظر من چالش بگیری. کسی چالش میخوام بدم بهشون؟ آقای میلاد شما صحبت کنی. آقای سالار با سپهر کاری نداری؟ سپهر با من اومده توی بتل، سپهر جنگ رو انداخته با من، آریان رو سفید کرده، من آریان رو سیاه بازی دارم. الان تو با سپهر کار نداری؟ سپهر تارگتاتو میگه الان کیان؟ بین مافیایی که بین میذاره قطعی کیه؟ ببین من اینجای بازی آقا شما رو خیلی مشکوک دارم، به دلیل که شما خودتو، این آقای میلاد، آقای میلاد شما حتی خودتو نخواستی بندازی تو جنگ منو جابه. شما گفتی جابه رو پروانه به من تارگت زدن، ولی من اصلا بهشون تارگت هم نمیزنم، زیر سیبیلی رد میکنم. این به نظر من بازی شما زد و نقیزه. سپر من از تو دنده عقب نمیکشم، همینطور رو از آریان. دوستان چالش خب من خیلی سریع چون چالش گرفتم بگم جواب اول آریان جان، من میگم اصلا چیز نداشتم، تارگت نداشتم، چون منتظر فکتا بودم. جابر و سالار عزیز، ببین جابر جان، شما الان واسه من یه مقدار تارگت زودیاکی هستی برای من. چرا؟ یه مقدار با موزه شدید شروع کردی، دو تا پوزیشن گرفتی، جنگ با سپهر رو آریان را انداختی، اگه طرف به چند نفر دیگه هم میزنی. اگر که شهری به من فضا بده بذار یه ذره بیشتر تحلیل کنم، ولی من احساس میکنم یه ذره تو رو زودیاک دارم، چون نقش زد و نقیز داری. جواب خانم پروانه، ادامه‌ش هم بگم، خیلی سریع بگم. الان من فعلا فوکوسم رو جنگ خانم پروانه با سپهر و آریان و صبحان درگیریش با آریانه، دارم این دوتا سایدا رو تحلیل میکنم. ولی اینی که الان شما من خیلی سریع با تارگت قرار دادی، این میگم من فرصت میخوام، فعلا دارم جنگ دو نفر دیگر رو دارم تحلیل میکنم. ببین آقا، من که دوست دارم به من بگی زودیاک، خیلی خوبه، شاتم نمیکنن، اوکی ام با این قضیه. جابر یه دقیقه به من گوش بده، نگاه کن، دارم میگم اون پلیر، تو وقتی حرف زدی گفتی پروانه شهروند، من دیست دادم، سپر دیست داده، آریان دیست داده. آریان مسیر داره تو رو گردن بگیره، ولی به تو آخ نمیگه، تو هم بهش تارگت زدی، تو این بازی به تو گفته مافیا، من نشیدم بهت بگه مافیا، تحلیلت نکرده، اومده ساب تارگتشو تحلیل کرده، تویی که ادامه دادی، تویی که ادامه دادی، تویی که ادامه دادی، تویی که ادامه دادی رو تحلیل درستی نکرده، صاحب تارگت رو داره تحلیل میکنه. پس آریان توی این بازی مشکوکه. داداش تو فهمیدی اونجا مافیاست؟ مطمئنی بین اون دوتا مافیاست؟ کدومشونه که من ازش شک کردم گفتم اینه؟ منم میگم اونا مافیان، یکشونو بدین بیرون دیگه. پس تو هم مسیر نداری به من تارگت بزنی. تارگت هم دادم بهشون. ببین دوستان عزیز، روز اول که روز بلاین داشتیم صحبت میکردیم و چیز خاصی نبود، من باعثم این روز دوم چی در میاد از بچه ها. آقای سپه روز اول گفتن که من مافیام، ایشون هم سفید اعلام کردن. روز دوم شد نفر اول صحبت کرد، آقای آریان بلند شد مستقیم سری منو تارگت کرد. خب من فکر میکنم شب چیدم با هم دیگه، آقای سپه و آریان جفتشون رو من مشکوک دارم. هر روز اول که به شما من همینجوری فقط فیلینگی زده بودم، هیچ اکتی هم هیچ فکتی هم نداشتم، به شما فیلینگی زده بودم، ولی ایشون رو من خیلی بیشتر از شما، خیلی بیشتر از شما من مافیا دارم. آیه آریان رو، آیه جابرم داره خوب بازی میکنه، اومد تو شکم، من اصلا چیز ندارم، دردم نداره تارگت، من ایشون اصلا شهر میخونم چون داره محکم بازی میکنه. آیه صبحان یه مقدار فکرش مشغوله و برای آیه جابر داره توضیح میده، خب ماجرایی که به شما داره توضیح میده، ولی جوری توضیح میده که اصلا اشتباهه. اون چیزی که میگفتید اینی نبود که با آیه جابر گفتید. شما رو هم تارگت میکنم، از ایشون دنده عقب میگیرم. آقا شهروند بازی به من خوب گوش بده، مگه میشه شما هر کسی من تایید کنم تایید کنید به منم روزی تارگت بزنید؟ سر صحبت گفتم این پلیر امروز مشکوکه توی بازی، ببخشید بلند نمیشم، این پلیر مشکوکه، خودم اونجا دوگانه گفتم اون آقا تو بازی مشکوکه. حالا آقای صبحان با شده رو حرف من که لایک داده، سر صحبت روزی گفته آره جابر لایک داد، تنها چسیدی گفته آره چرا جابر گردن نگرفتی، خودت که لایک دادی، من سید دو گفتم جابر دیسلایک داده، گفتی آره نه مسی که لایک داده، پس تو مشکوکی، تو مشکوک بگی گفتی زودیا بهش توضیح میدی. اون آقا
شما به شدت مشکوکی بین من و ما تو با هم مشکوکیم، بعد من بیشتر مشکوکم چه جوری آخه اصلا چه فرقی میکنه؟ این دوستم هم که فکتش رو آوردم، حالا آقای صبحا میگه اونجا مافیاست، آقای سالار رو جواب لاک میدن، تو هم من برات مشکوکم هم جواب هم این آقا برات مشکوکه، اون آقا به شدت مشکوکه، به احتمال زیاد اون آقا مافیاست، بین تو صبحان قطع به یقین تو بازی مافیاست، قطع به یقین بین شما تو بازی مافیاست نیست. آقای محمد جواد سر صحبت ها که بودیم خواستین این موجه علیه من را بندازیم، من کارت شهروندی خودم رو دیدم، شما به دفاعی از آریان به من میگی پرونده فرزان امروز ببندیم، خود آریان منو ایگنور کرده، من چالش نگرفتم ببینم شاید شما چالش میگیری آریانو بکوبی، من امروز با آقای آریان میگم شهروند امروز به نظرم بازی رو فریز کنیم، ساید منو با آقای محمد جواد باز کنیم، آقای لایک بالا نمیاد پس اینجا لوکیشن مافیاییه. آقای آریان من شما رو با خانه پرونده جفت شهروند میدونم، به نظر من این ساید چیزی در نمیاد. این دوستمون رو ببینید توی بازی چیکار کرد، این دوستمون آقای آرمان توی بازی ببینید چیکار کرد توی بازی، این پلر گفته شما مافیایی، من گفتم بین شما دوتا فکتتون رو بردم قطع به یقین مافیاست، آقای صبحان و آقای جابر لایک داده، ترجیح دادی با آقای صبحان بگی مشکوک بازی، با آقای جابر بگی شهروند بازی، چه فرقی با هم میکنه؟ تو که مشکوکی توی بازی، حالا آقای میلاد رو ببینید توی بازی چیکار کرد، گفته من آقای جابر 30 ثانیه صحبت شد آقای جابر صحبت می‌کنه که مشکوکه، ولی امروز من می‌خوام ساید بین خانم پروانه من و آقای آریان رو باز کنم، تو مستقیما من گفتم ما دوتا، چون آقای جابری که تو داری بهش میگی گفته به شهروند توی بازی، تو هم توی بازی مشکوکی، این دو پلیر به شدت توی بازیتون مشکوکن، ما گفتیم ما جفتمون با هم مافیاییم دیگه، سایدمون با شما دوتا در میاد توی بازی. آقای آریان باری کردی صبح شد بلند شدی حمله کردی به آقای جابر، آقای جابر شهری یا مافیا همه دارن از تو صحبت میکنن، شهر و مافیا دارن از تو صحبت میکنن، دقت نکردی؟ آقا بلند شد کوبید شما رو، آقا لایک شما رو میداد ولی بهت حمله نمیکرد، آقا که ترسیده بیاد صبحان دوباره صحبت میکنه، بعد از اونجا میندازید رو دوتا، اصلا خوب از خودتون دفاع نکردید، دقت نکردید دارن میندازن رو شما دوتا، دقت نکردید همه چی اومده رو شما دوتا، ببینم بعد دفاع کنید از خودتون، ببین ترسو بشینی میدنتون بیرون، ترسو میشین آقا جابر اینجا دست با دست تو میدم، چون شهر مافیا داره با تو صحبت میکنه، شهر مافیا داره، آقا من دیشروز بهت گفتم ترسیدی حمله کنی، کیو تو تیمت دیدی حمله کردی؟ یکیو دیدی حمله کردی دیگه؟ حمله کردی، پشتش هم صبحان اومد حمله کرد، پشتش هم صبحان اومد حمله کرد. بچه ها نما کنید میگن جابر، ببین من که کارت شهروندی خودم دیدم، شما باید الان فقط با من ساید میگرفتی آقای آرما، اصلا کلا بعد صحبت ها رو میذاشه که نمیگفتی آقای جابر این جنگ من و شماست، ولی صبحان داره چی کار میکنه؟ میاد پشت کارتش، حالا تو میاد به منم گیر میده که میگه آقای آریا تو باید به جابره حتما گردنش میگرفتی، داشت تو پشت منو گردن بگی، چی کار داری به آریا؟ محمد جواد داره قشنگ حس میکنم، بچه محمد جواد کسی سفید نکنه، چون محمد جواد حس میکنم یکی از یاراش بکنم لادره که نمیاد تو بازی، چون باید تا اینجاها یه چالش میگرفتی یه اعلام موضع میکردی، یا تو تیم شهروندی هستی یا تو تیم مافیایی میخوای بازی کنی، به نظر من که ما جارو داریم درست میزنیم بچه ها، من حس میکنم داریم درست میزنیم، ولی فردا بچه من اول از همه حالا نوبت خودم یه ذره بیشتر بگم، اول از همه یه تارگت خیلی جدی میزنم با آقای آرمان، چند تا بچه‌هام زدن منم خیلی جدی ترش کنم، چون تنها کسی که تو این جمع شاید یه خورده اخلاقی بشناسم آقای آرمانه، اول از همه خانم پروانه گفت راجع به سپهر و آریان، بعد من صحبت کردم چالش گرفتم، احساس کردم آقای آرمان یه کره خیلی جدی میخواد از این داستان بگیره و کاملا ریخت سمت این دوتا، یه خورده برام خیلی برام مشکوک شدیم. سپهر جان جواب تو رو بدم، من تو نوتام یه خط خیلی گنده کنار سپهر و آریان کشیدم که قشنگ من راجع به شما دوتا صحبت کردم، اصلا تفکیکی نذاشتم، دقیقا برعکس حرفی که زدیم من راجع به شما دوتا گفتم و همچنانم رو جابر سوسم، نمیدونم یه ذره به این برمیزنی یه ذره به اون برمیزنی، هم صحبت های روز اول بازی رو شنیدیم، بریم سراغ رای گیری، 12 نفر تو بازی هستین با 6 رای و بیشتر کسی وارد دفاعیه میشه، از سر صحبت که آقای محمد جواد شروع میکنیم در جهت عقربای ساعت، همون جهت صحبت ها و با آقای میلاد میرسیم، تأخیری لطفا رای ندید، نمیشمرم و
حتی الامکان شو هم میکنم کسی که تأخیری رای بده یه تعداد زیادی دست بالا بمونه بخواد بهشون جوین بشه برای اینکه کسی رو پوش کنه بیرون. بریم سراغ رای گیری. محمد جواد 3، آریان 5، دفاع نمیکنه، سپهر 1، علیرضا پلاس 1، سبحان 8، داخل دفاع جابر 1، سالار 0، پروانه 0، آرمان 7، دفاع میکنه فرزان، علیرضا، فرزان 1 بود، علیرضا 0 و میلاد 5 دفاع، 6 بله 6 بود، 2 و 1 اینجام 3 میلاد هم دفاع میکنه. 3 نفر تو دفاعی روز اولن. به همون ترتیب بفرمایید. نفر اول سبحان. ببین توی شما 8 نفر که قطعا شهروند وجود داره، گوش بدید به من، چرا من دارم تارگت میخورم؟ از سر کارت آریان من توی این بازی دارم تارگت میخورم. پروانه تو با من به آریان رای دادی، به منم رای دادی توی این بازی، چیکار دارید میکنید؟ ببین اون چینی که اون داداش چیده چیه؟ گفته آریان توی این بازی مافیاست، سپر توی این بازی مافیاست، من توی این بازی مافیام. بعد روز معارفه ما دو رو کوله همیم، اینم که اونو داره کاور میکنه، ما سطح که ممکن نیست با هم دیگه چین باشیم، پس من نه چین اینم نه چین اینم، قبول؟ اوکیه؟ این داداش به من تارگت زده، من چین این نیستم، این داداش داره فقط به من تارگت میزنه، زودیاکی بهم گفته، مافیا بهم گفته، الان تصمیم گرفته زودیاکو از بازی بده بیرون، پس من چین اینم نمیتونم باشم. علیرضا برگشته گفته صبحان مشکوکه، چین اونم نمیتونم باشم، چین کیم؟ چین اونم اونو بده بیرون. ممکن نبوده 8 رای به من بدید داداش، من تو رو گفتم شهروند به من رای میدی، بعدت میاد بهت بگم شهروند شهروند نیستی، این به تو رای داد، تو باید به این تارگت بزنی، به من رای دادی، به این رای ندادی یا پس دارم درست مسیر رو میرم. مرسی. نفر دوم. بچه ها من شهرم، اصلا من ناراحت شدم، من شهر مهمی هم هستم، دارم میرزن رو من، خودتون احساس، من تازه کارم، شما که حالا حرفه بینتون، حتی مافیا هم نشسته حرفه یا شما که حرفه این، دارم میریزن رو من از روز اول، من ایزی تارگت شهر شدم، آجا من شما شهر خوندم، چون داری محکم میای تو بازی، حس کنم داری محکم بازی میکنی، چرا به من رای میدین؟ بچه ها اونایی که شهرم و شهر رو دوست دارن دستاشون دو جیبشون بشه، من شهر مهمیم. تمام. نفر سوم. ببینید بچه‌هایی که به من رای دادید، من آوردی تو رای گیری، یه خورده اینم در نظر داشته باشید که کسایی که کمترین تارگت رو دارن میزنن تو این بازی، یکی مثل من یا خود آرمان که ما رو آوردی تو رای گیری، اینم در نظر داشته باشید، من خودم آخرین نظری که آخرین تارگتی که داشتم خود این آقا بود و واسه رای گیری منم اولین نفری که دست آورد بالا این آقا و آقای جابر بود که شاید حالا با هم توی سایت باشن. تارگت دو تا کسی که برعلی هم داشتن بازی میکردن و برداشتید آوردید در حقیقت توی دفاعیه. اونایی که شهریدی یه خورده در نظر داشته باشید، میگم الان یه خورده احساس گوشت قربونی بهم دست داده، ولی خب مشکلی نیست، خیلی راحت میشه فهمید که کمترین کسایی که تو این بازی تارگت زدن، شاید سبحان هم بخوره، حالا باز تارگتش از ما بیشتر بود، این وسط میخوان یه سری ها رو قربونی کنن. اگه واقعا فکر میکنید که من حالا این وسط شهر نیستم، یه خورده خیلی ناشیانه دارید بازی میکنید. ممنونم. به خواب نیمروزی میریم. ماسکا روی صورت. سه نفری که داخل دفاع هستن حق شرکت در رای گیری دور دوم رو ندارن و بقیه فقط تنها به یکی از این سه گزینه میتونن رای بدن یا در رای گیری مشارکت نداشته باشن. کسایی که به نفر اول که از خودش دفاع کرد آقای سبحان رای میدن دست بالا. ممنونم، دستا رو بندازین. کسایی که به نفر دوم آقای آرمان رای میدن دست بالا. ممنونم، دستا رو بندازین. کسایی که به نفر سوم آقای میلاد رای میدن دست بالا. ممنونم، دستا رو بندازید. از خواب نیمروزی برمیخیزیم، نتایج رای گیریم. نفر اول آقای سبحان 2 رای، نفر دوم آقای آرمان 3 رای و نفر سوم آقای میلاد 1 رای. 2-3-1. بنابراین باید وصیت آقای آرمان رو بشنیم. آقای آرمان وصیت. من
ممنونم از همتون. من شهر بودم، الان نمیخوادم رای بگیرید. چیز کنید، رای گیر کنید برای استلام گرفتن. استلام نگیرید. من شهر بودم، دارم بهتون صادقانه میگم. شهر بودم و اشتباه کردید دیگه. پیگیری کنید دیگه، رد خون منو پیگیری کنید. ببینید دوستانی که به من هی داشتن تارگت میزنن کیا بودن. فقط میتونم اینو بگم. من شهر بودم، اصلا نمیخواد استلام بگیرید. خیالتون راحت. خیلی خوش اومدین. در باز میشم دیگه از من فرده رو برسن بر ببین برای شب شماره یک بازی با 11 نفر مصابی صورت شب میشود به صندلیات رو من تکیه بدیم. مافیای بازی بیدار شروع مشورت شاد به دست آل کاپون یا اولین مافیای نقش داره بعد آل کاپون. بوم گذاری داریم آیا در همین شب اول؟ سازیش انتخاب شعبد باز شروع مشورت نهایی اعضای مافیا با هم بخوابن اعضای مافیا. دکتر شهر سیف بخواب دکتر قرارگاه استعلام حرفه ای شات میزنم توفنگ دار توفنگ اوشم به تنهایی یار اضافه میکنیم اجتماع زیر پوست شهر کلید میخورم به برایند درست برای عد کردن یک شهروند به خودت رسیدیم. تو شب هیچ حرکتی نداشته باشیم، هیچ گونه اکتی. بسیار خوب، پس بخوابه. نفر یک دست جلو برای تحویل گرفتن اسلحه کف دست کسی رو که تاش میکنم فردا از شروع صحبت اولین نفر تا پایان صحبت آخرین نفر وقت داره از اسلحهش اگه میخواد استفاده کنه. ممنونم، دستا رو جمع کنید. فرد مسلح شده لایک، متشکرم. زودیاک نامه شب اول.
ممنونم. بخواب زودیاک. حالا من روز میشه 5 4 3 2 1 اعلام روز. چشم ها باز. گزارش وقایع شب اول بازی. زودیاک نامه نوشت. قبل از اینکه نامه زودیاک رو بخونم، اول از شب اومدید میتونید از نوشیدنی های آب دی استفاده. ما فقط آب دی داریم، ولی اسپانسر محترم این فصل از بازی های ما کارمینه، که مجموعه است که کار اصلیشون کار تعمیر لوازم خانگیه. فوکوس اصلیشون روی ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، ولی همه لوازم خانگی رو تعمیر میکنن. نکته بامزش اینه که برای تعمیرشون گارانتی دارن، یعنی خود دستگاه چه بسا گارانتیش تموم شده باشه، ولی از موقعی که دستگاه شما رو تعمیر میکنن، یک سال دو سال آینده یه جوری تعمیرش میکنن که گارانتی میکنن که این دستگاه دیگه دو سال اگه خراب شد مال ما، دوباره رایگان براتون تعمیرش میکنیم. گارانتی در تعمیرات دارن. ممنونم از مجموعه محترم کارمین که اسپانسر این سری از بازی ها هستن. و اما زودیاک براتون تو نامش نوشته محمد جواد وارد بازی شو. سبحان مشکوکه. محمد جواد وارد بازی شو. سبحان مشکوک. یه کوچولو هم تش داره. میتونه سبحان مشکوک باشه، میتونه سبحان مشکوکه باشه. این از نامه زودیاک. بمب‌گذاری هم داریم. بمب جلوی سرکار خانم پروانه است. ببینیم تا آخر روز چه اتفاقی برای بمب محافظ احتمالی اگر در بازی مونده باشه، یا خود شما تلاش کنید برای خونسا کردن بمب. اتفاقاتش کلا میمونه برای آخر روز. و خداحافظی میکنیم با یک نفر. آقای جابر رو تشویق کنید بازی رو ترک میکنن. جابر از بازی شما میری بیرون. سروش از شما یه سری سوالاتی داره که تو امتیاز و اینا تاثیر داره. با پلیرهای دیگه صحبت نکن، حدسای مافیایی و شهروندی و کارهای دیگه تو انجام بده. هر کسی که از بازی میره بیرون، بچه ها اگر که زودیاک یا مافیا باشه، راجع به نقش شهروندهایی که تونسته در بیار ازش سوال میشه. اگه شهروند باشه، راجع به مافیا ازش سوال میشه. اینا تو پوینتتون تاثیر داره، مخصوصا اونایی که زودتر از بازی میرن بیرون، فرصت اینکه بازیشون رو ببینیم نداریم. به بعضی هم فرصت بازی در شانس مجدد داده میشه، دوباره یک بازی دیگه شرکت میکنه. استعلام اگر میخواید، بله رأی آورد، استعلام اولتون از دوتا استفاده شد. از بازی شما دو شهروند خارج شدن. هر سه مافیا و زودیاک هنوز قرص و محکم سر جای خودشون در بین شما 10 نفر نشستن. پس آمار 3 مافیا 1 زودیاک و 6 شهرونده. سر صحبت دیروز محمد جواد بوده، از سپهر باید شروع بشه. چالش بعد از من صحبت میکنی بچه‌ها. شما چرا استعلام نخواستی توی بازی؟ خودت دیروز فورس تارگت مگه اون پلیر نبود توی بازی؟ برای چی استعلام نخواستی توی بازی؟ یک رأی این پلیر کی بوده توی بازی؟ شما بودی توی بازی؟ یک رأی بنده من بودم. رأی یک رأی ایشون بنده بودم. نه به ایشون رأی دادم، نه به آقای صبحان توی بازی. این پلیر چیه توی بازی تو؟ استعلام چرا نخواستی؟ معلوم بوده شهرمنده؟ خودت فورس تارگتت مگه اون نبود توی آخر بازی؟ سیت خودت گفتی زیاد تو بازی تارگت خورده. امروز خروجی این پلیر باید باشه توی بازی تو. دیسلایک برا آقای صبحان. روز قبل بلند شدین گفتین که اینجا سایت هست. من کارت شهروندی خودم بودم. شما چجور شهروندی هستی که بعد از شما دو نفر میان بالا؟ من با کارت شهروندی مجبورم رو سایتمو بذارم جلوی شما. قطعا میذارم. بعد شما رأی کامل داشتی میابردی، چی شد شما یه رأی فقط آوردی؟ اون پلیر واجب تره. جواب نداره سپر. اونجا منفی میگیری یا غیر از اینکه ممکنه خودی. من رأی 2 رو حواسم نبود. من رأی 1 که دادم به پلیر بغل دست خودم بود و تو ذهنم بود. ببین دیروز بازی سر دست جابری که منو خطاب قرار داد، گفت چرا مثلا چالش نمیگیری وارد بازی میشی. من راجع به دو تا پلیر صحبت کرده بودم، سبحان و فرزان. بعد صبر میکردم صحبت کنن، صحبتاشونو بشنوم، بعد چالش بگیرم وارد بازی بشم. از این دو تا پلیر چالش خواستم که ندادن. داستان چی بود؟ من سر دست رو شروع کردم، گفتم آقا پرونده آقای فرزان رو بپیچید بره. صحبت شد آریان که هیچی، از سپر که
شروع کرد گفت بین دو پلیر ساید وجود داره، یعنی این دو سایدی اعلام کردن از سپر استارت خورد، ادامه پیدا کرد، همه صحبت ها رفت سمت آرمان، دیگه هیچ کس به فرزان نپرداخت، رسید به خود فرزان، فرزان من را خطاب قرار داد و آریان رو به ما تارگت زد. بعد از اون جابر این طرف از یکی از این دوتا تارگت گرفت، چالش گرفت، دوباره به من تارگت زد. اونجایی هم که سر دست من داشتم راجع به فرزان صحبت میکردم، جابر شهروند داشت دیسلایک میداد. جابر رفته بیرون خونده شهروند به همراه سالا. من نمیدونم شما دوتا کی به شهروندی اینا رسیدین، چجوری رسیدین که ما نرسیدیم، چه تباهایی هستیم ما. من الان تارگتم کماکان فرزانه، کماکان صبحانه. من برم؟ آقای فرزان، آقای صبحانی که باشون سایت میبندین به نظر من به هیچ وجه نمیتونن مافیا باشن، چون شات آقای جابر قطعا برای کثیف کردن آقای صبحان بوده. آقای جابر توی چالش آخرشون فورس تارگتشون آقای صبحان بوده. بعد آقای صبحان اومده توی دفاعیه، دو تا رأی آورده توی دستی که سه نفر اومدن تو دفاعیه. من فکر میکنم مافیای بازی میتونه با آقای صبحان رأی داده باشه و این مشخصا آقای صبحان رو از ساید مافیایی خارج میکنه. آقای صبحان با نامه‌ای که نوشته شده توسط زودیاک میتونه زودیاک باشه که خواسته از خودش دور بکنه. شما توی دست قبل هیچ اسمی از من نیاوردی، هیچ اسمی. روز معرفه من تارگت کردی، روز یک تو ترنت هیچ اسمی از من نیاوردی، تو رأی‌گیری تک رأی به من دادی. شما قطعی مافیای این بازی هستی و سه نفر صحبت کردن کاور 100% آقای جابر رو براش محافظ نخواستن. هر ستاتون به نظر من میتونید مشکوک باشین. ممنونم. ببین سپهر عزیز، تارگت اولم جابر بود، تارگت دومم آرمان 100% درسته. خیلی رو جابر سوسو بودم، نگفتم من مافیاس، گفته بودم زودیا که، ولی جابر یه اتفاقی افتاد، تکلیفش برای من مشخص شد. حالا چی شد به خودم مربوطه، یه اتفاقی افتاد واسه من کلن سفید شد. آرمان رفت بیرون، یکی این که فقط بدون جابر که قطعا تکلیفش به هر حال اصلا واسه منم مشخص نشد، خیلی تکلیف کاملا مشخصه. حرفه‌ای که شب اول نمیزنه، اوشن هم شب اول نمیاد کسی رو بیدار کنه، خیلی تو این بازی تو این جو احتمالش خیلی کمه، 99%. حالا من خودم فکت دیگه هم دارم واسه خودم، خیلی خلاصه بگم، واسه یه دونه آرمان خیلی باید من میگم چیز خاصی باشه به خاطر یه نفر بخوام استعلام بگیریم، دوتا استعلاممون رو بسوزونیم. شما اون حرفایی که زدی یکی از عواملی بودی که منو فرستادی تو چیز، خودت خیلی تارگتی برام الان. پروانه تو فقط به من گوش بده، من توی این همه یه نفر شهروند دارم، توی تو توی این بازی آره من شهروندی، تو به من رأی یک دادی یا میدونم اینا رو، ولی میخوام تو رو بخونم شهروند. دو تا رأی خودم ببینم، دو تا رأی دوم چرا نمیاد بالا؟ برای چی نمیاد بالا دو تا رأی من؟ مگه من مافیا نیستم؟ الان اون دو تا که به من رأی دادن دست باید اینجوری بیاد بالا دیگه، اون که رأی نداره، اون که اصلا نمیدونه حق رأی داشته، یه دونه جابر میدونم به من رأی داده، اون که چرا نمیاد بالا دیگه؟ به من نمیگی تو این بازی مافیاها، تموم، نمیپردازم بهت، بخوام بپردازم بهت همین امروز اجماع میکنم، دارم میگم من تارگت خوردم تو این بازی، از سر تارگت زدن به کارت آریان تو این بازی، منو مافیا داره، اینو بخون قطعی شهروند براش اوشن بخواد. نیدم این کارو بکنی، دیروز تو رو گردن اون بودی، شب شد بیدار شد منو گردن گرفتی، هر شب میخوای یکی گردن بگیری، اذیتم نکن بیدم بیرون. آقای صبحان مگه نمیگفتی با ساید باز چه به آریان هی میگفتی الان؟ الان با... نه باید الان گردن بگیری آریانو دیگه. خب قطعی مافیاست، بعد چرا شما بهت میگن زودیا که اینقدر زخم میکنی؟ خیلی عجیبه برای من، خیلی عجیبه. محافظ که برای خانم پروانه پا میشه، محافظ 100% برای خانم پروانه پا میشه. میدونی چی الان آریا اینجا، من اصلا سبه نمیذارم ببری اون برای اینجا، اون آقا که 100 شهره، اون آقا که 100 شهره. ستاره آقای شهر رو ببینم، ستاره آقای شهر رو ببینم، من خودم هم دادم، یه نفر دیگه هم داده، چرا نمیاد بالا؟ شما به نظر من بین شما دوتا قطعی مافیا هست، اصلا نمیذارم از اینجا بره بیرون آبچا، یعنی کارت شهروندیمو میذارم اینجا، اصلا الان ما چالش بگیریم، مگه من تو اصلا مسیر به جابر نمیخور، جابر به تو فورس تارگت میزد، تو اصلا راجع به جابر صحبت نمیکردی. آقای آریان قبل من صحبت میکنی؟ خواهش میکنم.
آقا بذارین کنار امروز این سایت من امروز با این آقای صبحان باز بکنید. برادر من یه دونه برای بد دادید جابه شهروان بودی گفتی اونجا مافیاسون پیدا باشه گفته شما امروز کارتم جلوی کارت باش دیالوگ میکنی این چیه قبل تو چالش گرفته گفته شما تو با هم مافیایین بعد این پلیر تحلیل بکنی تو بازی چرا ایش از تو الان غیر از اون پلیر نگفته رای دعای اون کی بودن شهروان مگه نرفتیم اون چه دوباره رای دعای اون پلیر میگیریم یکیش من بودم ایشم خوش بود یکی دیگه نه یکی دیگه قطعی بشه مافیا رای دادی دیگه حالا امروز همینجا اصلا نمیذارم دست بزنید همینجا این دو نفر همینجا من بیزارم میگم کدوم بره بیرون قطعه به یقین این دو نفر نکست آیا آریان شما پلیری هستی که روز یک بازی شهروان بخوری؟ ببین من که الان با تو فعلا کارم با اون سپر کار دارم تو دنده میدی به این آقا فقط این آقا بره بیرون بعد الان میگی اون آقا بره من که نمیذارم اون آقا جایی بره رای تک رای میدم تو میری بیرون من که به اون سه دوست به آقای صبحان به این آقا و به این آقا اصلا رای ندادم آقای سپر نمیذارم هیچ جای این بازی اگه تو مافیای بازی باشی برنده بازی باشی بیرون بازی به ما بخندی این از این آقای محمد جواد شما در مورد آقای آرون صحبتی ندارید بازی خوش میگذره به نظر تو؟ من فکر می‌کنم خیلی بهت داره خوش میگذره. یه صحبتی بکن چون تو محمد جوادی که شهر باشه این مدلی بازی نمی‌کنه. سالا شهر قطعی منه. صبحان برآینده تو ترنیه که بازی دوست نداشتم ولی فعلا باهات کار ندارم چون اونجا دو تا مشکوک دارم. چالش من خانم پروانه اگه شهروندی باید گوش بدی به حرف من چون من با فکت دارم بازی میکنم من به اون پلیر رأی ندادم تک رأی من این پلیر بوده توی بازی حالا این پلیر تو سیت دفاعیش دیدی چی گفت؟ گفت ماهایی که توی بازی خودش قبلش فورس تارگتشون پلیر بوده توی بازی گفته توی دفاعش گفته ماهایی که تو بازی تارگت زیاد نمیزنیم اومدیم توی دفاعیه اونو خونده شهروند توی بازی چه جوری این پلیر رو بهشون میگی شهروند اوکی قرار امروز ساید باشه ساید من به شما رحم میده من آریان رو شهروند دارم توی بازی صبحان هم شهروند دارم توی بازی بچه صبحان هم توی بازی شهروند دارم دوتا رأیشو نمیارم بالا میگه دوتا رأی من کیه کی بوده رأی بده خب کی بوده رأی داده دستشو نمیاره تو بازی بالا یه دونشون که شات شده توی بازی دونشون که با رأی گیری اومده بالا یک نفر حداقل بر رأی داده باشه دیگه توی بازی خانم پروانه کدومشونه من که گفتم تک رأی من این بوده کسی دیگه بوده توی بازی تو بودی توی بازی سالا خانم پروانه خیلی واسه بم اومده جلو توی بازی تو دیروز با من ساید گرفتی جابر بازی با من داشته بازی میکرده توی بازی جابر به من میگفته شهروند توی بازی ای چرا موزه منو داری میاری پایین توی بازی ای واسه من در تارگت من قفلا این آقا سر دست روز قلب بلند شد گفتش اینو پرونده شو ولی اولین دیسلایکو جابر داد من جابر امکان نداره شاتش بکنم آریانو پاشم گردم میگیرم من کنسشو خوردم مافیاس نوش جونش آقای محمد جواد من سر دست بلند شدم یه اسم از شما نیاوردم گفتم ایشونو گردم میگیرم شما میگی این دو عزیز با هم مافیان نمیشه اینجوری گون تو وقتی هست آقا رو بزن به ساید من بعد امیدوارم ایشون اوشن نبوده باشه امیدوارم دیفیوز بوده باشه چالشو دادم به من گان دارم گان دارم تایید میشه من آقای سپهر رو میزنم تشویق کنید سپهر رو عزیزم چالشتون ادامهش خانم پروانه صحبت من چالش بود؟ پروانه چالش بود؟ بله خب یه تحلیل بکنیم بچه ها 6 نفر رأی دادن دیگه تو چشم بسته 6 تا 3 تا تصمیم گرفتن رأی ندن سمت خوبی رو زدید اگه آقای سپهر رو میدید بیرون آقای آریان هم باید بدید بیرون اگه سپهر رو میدید بیرون آریا چرا باید بدید بیرون آقای آریان و آقای سپهر اصلا سمت هم نمیان آقای آریان بلند میشه جابر رو تارگت میکنه سپهر لایک میده شما تارگت میکنی سپهر لایک میده ولی آریان میشینه تو بازی آریان رأی نمیاره آریان براش دست بالا نمیاد میخواستم بگم آقا میخواین رأی بدید از اونور رأی بدید چرا میخواین بیاین این ور رأی بدید از اونور رأی بدید از اونور بازیکن بدید بیرون از اونور پلیر بدید بیرون چالش آقا رو بگیر من میگم اگر ایشون رو مافیا دارید اینم باید مافیا داشته باشید ایشون با ایشون داشت بازی میکرد
چالش هم میدم شما، لطفا فقط بعد از من بگین. سالار عزیز، خانم پروانه، ببینید حرف آقا این کاملا درسته. از اول بازی گفتم هنوزم خط هست سپهر و آریان، اصلا چسبیده بودن به هم دیگه. به ایشون تارگت میزد، اون از این دفاع میکرد، به اون تارگت میزدن، این از اون دفاع میکرد. اصلا کلا ما داشتن اصلا ساید اینا که این دوتا با هم مشخصه. واسه اینکه گم نکنیم، بعد خیلی جالب بود که دقیقا خانم پروانه گفت سپهر رو تارگت کنیم، سالار گفت سپهر رو تارگت کنیم، آقای آریان بلند شد کلن جبهه رو برد توی محمد جواد و صبحان. سالار، پروان عزیز، محمد جواد نمیدونم چرا مشارکت نمیکنه، یه خورده برا من سفیده. اگر شک دارین روی این بازی کن، یه ذره ازش بیایید پایین. آقای آریان رو گم نکنیم. من چالنجر آقا، ببخشید آقا، مگه من تو شب دیدم جابر به من رأی داده؟ تو مگه دیدی جابر به من رأی داده؟ ستاره اون داداشو ببینم. یکی شما بودی، یکی شما بودی، سومی کو شما بودی، شما که عقلی نداشتی. ستاره اونو ببینم، پس میتواند جابر هم به اون رأی داده باشه. تو از کجا فهمیدی؟ من گفتم جابر میدونم به من رأی داده، تو از کجا فهمیدی جابر به من رأی داده؟ یه چیزی رو هوا پریده که بگی یه شهروند به تو رأی داده. دو تا مافیا به من رأی دادن توی این سه تا. ببین من مافیام داداش، بعد من شهروند اومده، چرا این اومده توی دفاعیه؟ باریک شهروند بچه ها کسی چالش میخواد؟ لطفا بعد من صحبت کن. آی آریان، بازی چرخوندی بین من و صبحان، دمت گرم. الان فرض کن رسیدی به کیاس، تو شهروند میخوای بین ماها انتخاب کنی دیگه، باید به یکی از ماها دست بده، به کدوممون دست میدی؟ تو سیاه ترت بین ما دوتا کیه؟ چه چیزی بین ما دوتا باش داشتی که ما رو الان باکس کردی با هم؟ از هر فرمولی برم تو نمیتونی منو با صبحان باکس کنی، تو نمیتونی منو با صبحان باکس کنی. صبحان من بوی الرحمنم اومده، اوکی من از تو دنده عقب میگیرم، ولی چرا جنگ من با فرزان دنده نمیخوره؟ شماها شهروند داریدش؟ چجور شهروندیه؟ چجوری به شهروندیش رسیدید؟ من نرسیدم، من شهرونده تباهیم، نرسیدم. پروانه دست دست تو صبحان بهش اقتدا کن، ادامه بدید بازیو، من بوی الرحمنم اومده. من چالش داشتم بچه. آخه من یه چیز دیگر رو دارم، من مطمئنم اگه سپر مافیا بوده که به نظرم بوده بین این دوتا یاردش دیگه، ولی من باز نمیگم کدومشون، ولی موضوعی که هستش یه پلیر سر دست باشده کارت گذاشته جلو آقای صبحان، من به اینم دارم فکر میکنم، میدونی؟ خب مشکوک میشی دیگه، مشکوک میشی اینجا. من با خانم پروانه، من با شما بازی میشه، با آقای میلاد بازی میشه، الان با شما هم بازی میشه، خب بازی میکنیم ما. من به نظرم این سایده رو نگه داری، ولی آقا من از شما هم حس خوبی نمیگیرم آقای علیرضا، من از شما هم حس خوبی نمیگیرم، چون مثلا نمیدونم، من از شما هم حس خوبی نمیگیرم. چالش کسی میخواد؟ بیا بفهمید صحبت. من آقای فرزان و آقای آریان رو توی این بازی مافیا دارم، یار هم دیگه. آقای صبحان با آقای آریان ساید میبنده، چند نفر لایک میدن؟ دو نفر. آقای صبحان رو شهر میخونن، آقای فرزان توی ترنشون کارتشون رو میذارن جلوی آقای صبحان. آقای سپهر تیر میخوره که مشخصا داشته با آقای آریان بازی میکرده، از همه بیشتر آقای فرزان ناراحت میشه. آقای فرزان من توی ترن خودم محکم به شما گفتم مافیا، شما تو ترن خودتون اسم منو هم نیاوردین، شما باید منو تارگت کنید دیگه. آقای آریان هم که آقای سپر که از بازی رفته بیرون، من خانم پروانه رو شهر دارم، بوم جلوشه. آقای سپر آقای آریان رو یار خودش خونده، این دو نفر برای من مافیا. اصلا من دارم چی دارین میگین؟ من این با هم مافیا بودیم، پشت به پشت با هم بازی کردیم، پشت به پشت داریم با هم بازی میکنیم. داداش من بازی رو تو برداشتم، گفتم امروز ساید من باشه، تو همگی مافیا. آقا رأی تو به کی دادی شما؟ رأی تو به کی دادی؟ رأی دو نفر. شما به کی رأی دو دادی؟ یه نفر دیگه هم رأی نداد دیگه، رأی دو هم کلن ندادین. داداش من تو رو با این پلی باکس نکردم. حالا شما شهروندی؟ شهروندی؟ یه نفر اومده بالا بعدش یه شهروند خودت اومده تو دفاعی، این پلی چیه برات؟ این پلی چیه برات؟ بگم شما تو با هم چینین تو بازی؟ خوبه. بگم با هم چینین؟ داداش من تو رو باکس نکردم، گفتم بین شما مافیا تو باشی، گفتی اینی که اینو گردن گرفته با هم تو بازی مافیا، مگه میشه اینطور تحلیل نکنی تو بازی؟ یک رمی نمیده آقای صبحان بری یه شهر، آقا شهرونده گفته سر صحبت چرا شدی گفته من شهرون بودم، یه شهرونده اومد دیروز باکس کردی آقای صبحان، اونم که شهرون بوده. شادو تحلیل بکنید تو بازی، یه دکتر موظفه تو این بازی منو سیو بده، موظفه تو این بازی منو سیو بده، فقط آقای صبحان از بازی میره بیرون. نکست تایید میکروفون برام اون بر. بله بسیار.
صحبت های روز دوم تموم شد، اما بوم داریم تو بازی. به خواب نیمروزی زود هنگام میریم. ماسکارا به صورت. محافظ، اگر در بازی هستی و میخوای برای بمب قرار گرفته جلوی خانم پروانه کاری کنی، بیا بالا عدد بگو. اگر نیستی و نمیخوای که هیچ. بسیار خوب. ماسکا هر صورت بردارید دوستان. خانم پروانه، محافظ برای شما بیدار شد و اقدام به خونساسازی بمب کرد، تلاششو کرد. تا اینجای قصه خطر بمبستر شما که رفع شده، حالا بسته به اینکه درست گفته باشه یا غلط گفته باشه، خودش شو میشه، میتره که بازی میره بیرون یا تو بازی میشینه. عددی که انتخاب کرد عدد دو بود و عدد درست بمب. خونسا میشه بمب و محافظ شو نمیشه، تو بازی میمونه. پنج به علاوه چهار، نه نفر تو بازی هستیم. با پنج رای کسی وارد دفاعی روز دوم میشه. سر صحبت آقای سپهر بوده که از آقای علیرضای پلاس شروع میکنیم در جهت اقربای ساعت. بریم سراغ رای گیری. علیرضا پلاس 0، سبحان 1، سالار 0، پروانه 0، امیر فرزان 4، دفاع نمیکنه، علیرضا 1، میلاد 2، محمد جواد 2، آریان 2 نفر رو دیر حساب میکنم ولی 5 رای بود اون لحظه اول، وارد دفاع میشه. آقای آریان تک دفاع بفرم. مرسی. واقعا نمیدونم چی بگم. اینی که رفته بیرون شاد شده، گفته هم آقای سبحان شهرونده هم آقای آریان شهرونده، من تو دفاعیم. من دیشب دیفیوز بودم دوستان، دکتر من سیو میده، شهروند دستش برام بالا نمیاد. دارم براتون فکر میگم، یه پلیر اومده، یه شهروند بعدش اومده، این پلیری که خودم امروز گفتم سایت منو واسه اون باز کنی باشه، میگه آره آریان بره بیرون. آره 4 نفر رای ندادم به این آقایی که 4 نفر رای ندادن، 3 2 1 5 نفر، 3 نفر دفاعی، 8 نفر، 4 نفر تو رایگیری شرکت نکردن. باید توی رایگیری مافیا بوده باشید، حداقل باید یه مافیا بوده باشه. این دو تا مسیج با هم نمیخوره. این پلیر باشه گفته این دو تا با هم مافیان. خود این پلیر تحلیل نمیکنه، رفته به اون داره تارگت میزنه، تارگت میزنه با اون داره دیالوگ میکنه. آقای سبحان قطعه به یقین توی این بازی مافیاست، قطعه به یقین. توی دو تا شونه کی یارته به رای نده، اینجوری بگم یارات نشون نمیدن به همین سادگی. مرسی. شهروند من رای نمیده، من دیشب دیفیوز بودم، دکتر امشب منو سیو میده. شهروند دستشو میندازه پایین، تموم بازیتون، تموم میشه بازیتون. نکست. کسایی که رقم دفاعی که از آقای آریان شنیدن میخوان بهش رأی خروج بدن، بعد از شمارش دست بالا و نگه دارن. 1 2 3، همین تعداد دست بالا بمونه. ببینیم 6 رأی. آقای آریان وصیت. مرسی. آقا با چی بگم؟ من چی بگم دیگه؟ چجوری بهتون بگم؟ من میگم دیفیوز بودم، رأیام بیشتر میشه. فقط وصیت من دنبال میکنه، این آقا رو بازی بکنیم بیرون. فقط این آقا بازی میره بیرون. این پلیر آقای سبحان، اون پلیر باید تحلیل بشن تو بازی. چرا تحلیل نمی‌کنی؟ رای دوم یه بار دیگه ببینم، یه بار دیگه رای دوم. من رای دوم امروز تو من میگفتی سبحان ما بچه، من رای دو دادی. برای چی به من رای دو دادی؟ مگه نمیگفتی این مافیاس؟ برام تارگت تو رو میکنم بازی بیرون. افتخار آریان. آقای سبحان. بله. اولین شب زوج بازی ماسکاری صورت شب می شود. ماسکاری صورت تیم مافیا بیدار، شروع مشورت شد. شعبده باز شور و مشورت نهایی اعضای مافیا.
خداوند. دکتر شهر سیف، تو شب اشاره نکنید لطفا. ممنونم. بخواب دکتر. کاراگاه سلام. حرفه ایشات تفنگدار تفنگ جنگیشو تو بازی تزریق کرده، باهاش کاری نداریم دیگه. زودیاک شات شب زوج نامه. خوشم به تنهایی. یارگیری میکنی امشب؟ بسیار خوب، پس همچنان بخوابم. بالا من روز میشه. 5 4 3 2 1 اعلام روز. چشم ها باز. باید رسم میزبانی رو به جا بیاریم، بنابراین گفتم یه کاری کنن که الان بتونم بگم که از چای دی میتونید استفاده کنید رو میزتون. غیر از آب دی، چای دی هم اضافه شد. چای بنوشید دوستان، در این حالی که به نامه زودیاک نامه دوم گوش میدید که براتون نوشته مافیا فرزان یا صبحانه. اگه بخوام دقیق نامش رو بخونم، گفته مافیا یه چیزی که خطش زده بعد گفته فرزان یا صبحانه، یعنی قبلش یه چیز دیگه ای تو ذهنش بوده بعد گفته نه این نی فرزان یا صبحانه. یه ذره آره یه چیزایی رو خط زده، شاید هم مثلا گفته بوده آقای فرزان، مثلا جناب آقای فرزان بود بچه احترام بذارم مثلا خط زده، بعد شاید به خودش استاد همه ی حالت ها ممکن. در پس وقایع شب دوم بازی خداحافظی میکنیم با 3 نفر. از بازی شما 3 نفر که به ترتیب حروف الفا اسمشون رو میخونم و اون دوستان زحمت میکشن بدون اینکه هیچ ساین و نشانه‌ای وارد بازی کنن، بازی ما رو در سکوت و آرامش بدون چشم و ابرو ترک میکنن. به ترتیب حروف الفا عبارتند از آقایان. شما راحت بشید. آقایان: سالار، فرزان و میلاد رو تشویق کنید از بازی میرن. استلام دوم و آخرتونه که رأی آورد. 5 نفر تو بازی هستید. از بازی شما 7 نفر خارج شدن که از این 7 نفر 1 زودیاک از بازی رفته بیرون، 1 مافیا رفته بیرون و 5 شهروند. بنابراین در بازی 5 نفره شما الان 2 مافیا نشسته، 3 شهروند که در مافیای کلاسیک بهش میگن وضعیت قرمز، به معنی اینکه 1 شهروند اگه امروز با رأی شما از بازی بره بیرون، و البته در هر روز بازی مافیا در پس روز شبی هست، اگر دکتری باشه سیو بده درست، حرفه‌ای باشه درست بزنه به شب میریم، وگرنه که اگر هر دو اینا با هم حضور نداشته باشن و شب هم بره بیرون بازی تموم میشه به نفع مافیا. سر صحبت اینجا بوده، دوتا بره جلو از صبحان شروع کنیم. صبحان گوش کن.
اعتقاد داری که دیشب اصلا ماسون رو اوشن نداشته بازی؟ چرا اوشن نداشته؟ چون اگه بود که خانم شهر صد بود بیدارش میکرد. خانم شهر صده، میدونی چرا خانم شهر صده؟ چون خانم هجوم میبره به پلیری که بهش تارگت نمیخوره، محافظ براش بلند میشه، چون محافظ براش بلند میشه من این آقا رم شهر صد دارم. من فکر میکنم مافیا آدم خاموشی، من فکر میکنم مافیا آدم خاموشی. اگه با این تحلیل من مشکل داری برو. میدونی من احساس دارم لئون بیرونه، میدونی چرا لئون بیرونه؟ حرفه‌ای. حرفه‌ای بیرونه، میدونی چرا حرفه‌ای بیرونه؟ چون حرفه‌ای منو زده. حرفه‌ای بیرونه. خب پس اجازه بده جواد، اجازه بده. پس تو اعتقاد داری که جواد شهرونده، پروانه هم شهرونده، خودت هم که قاعدتا شهروندی، پس ما دو تا رو گردن بگیر بده بیرون دیگه. ما دو تا مافیا بازی هستیم دیگه طبق ریاضیات بازی. ولی این کار نکردی علیرضا. علیرضا مشکوکی. دوستت دارم بهت نمیگم قطعی مافیا. دوستت دارم که اینو نمیگم. چون ببین منطق ریاضی دو تا مافیا تو بازیه دیگه. تو خودت شهروند داری. اینو میگی محافظ بازیه. اینم داری میگی شهرونده. پس اینو من مافیاییم دیگه. درسته؟ این که رو کول من بود روز یک. ما نمیتونیم یارم دیگه باشیم. این منو فروخته. آقای علیرضا منو فروخته. برعکسش دایی بود اوکی بود. حرفت قبول داشتم. من میفروشم. ولی من به ایشون هیچی نگفتم تو بازیه. اینجاست به نظرم. به نظرم اینجاست. حالا تحلیل کنم. اون اوشن بوده، این زودیاک بوده، فکر کنم تو رو زده جواد. بین این دوتا یک مافیاست. بعد از من صحبت میکنی؟ آقای صبحان از نظر من اینجای بازی مافیایی قطعه. چرا؟ چون داره اصرار میکنه که اوشن بازی آرمانه. دیروز توی دفاعی آقای آریان اومده گفته من دیسابیلیتی بودم، گفته من دیسابیلیتی شب یک بودم، شب یک اوشن ما یارگیری نکرده، ماهایی که تارگت داشتیم رأی دو دادیم، شما که ساید بستی مافیا بودی، میدونستی داره فکت سعی وارد بازی میکنه، رأی دو تو براش نیوردی بالا. بعد اینجای بازی ایشون بالا شده صحبت کرده، به شما تارگت زده، شما پشتی منو با خودت باکس کردی، میگی ما دو تا رو باید گردن میگی، اصلا منو چیکار داشتی؟ من آوردی شهر تو بازی خودت. شما به نظر من مافیای قطع این بازی هستی های صبح. ببین حقیقتاً که من با بازیم فکر میکنم افتضاح زدم. من خودم با این برایند فکر میکنم، چون فکر میکنم اون اوشن بازی بوده که الان گفت دیزیبل بودم و دیشبم دست تاش نشده و آریانم به نظر من شهروندی بازی نمیکرد، چون داشت فقط شهروند میخورد. من اون آقا شهروند داشتم، این آقا هم شهروند داشتم. نمیدونم اون آقا از نظر من فکت هاش و صحبت هاش شهروندی میومده. من سپهر و مافیای بازی داشتم که هم آریانو شهر میخونده هم شما رو شهر میخونده. آقای جمله اون ببندم. آقای صبحان شما به فکت اینکه یه شهروند رفته بیرون و شما رو گردن گرفته باید بری بیرون. من نمیذارم این دو تا الان تارگت بخورن. و آقای محمد جواد چالش هم مالت میخوای بعد من برو میخوام بهت حمله کنم. آره باری کلا دقیقا میفهمی من چی دارم بهت میگم دیگه. دست من و تو الانه، حاضرم باهات بیام بالا، دوئلم باهات میکنم، با هیچ کس کاری نداشتم، دو تایی بیاین بالا صحبت میکنیم ببینیم چی میره بیرون. صبحان از اول بازی تارگت میخوری نشستی، از اول بازی تارگت میخوری و نشستی، حداقل نباید بزننت، نباید بازی بدنت بیرون. هم مافیا با تو بازی کنه، هم شهر باهات بازی بکنه، میای بالا میشینی. دوست عزیزمون داره میگه آقا تو هشت آوردی بالا، بعد تو من اومدم بالا، بعدش هم من اومدم بالا، پس بین این اینایی که اومده یه مافیا بالا بوده که سه تا رأی هم نیومده. من به هیچ کس رأی ندادم، چون احساس کردم باید توشون شهر داشته باشم، ندادم. ولی الان گرفتی من چی دارم میگم دیگه. حمله کن، من با تو میام بالا. بیرون بشی، همین الان میری بیرون. آقای چالش... فرزان من چالنجرشم. آقای فرزان از بازی رفته بیرون، آقای میلاد از بازی رفته بیرون تو شب، آقای سالار از بازی رفته بیرون. کدومش تو رو زده؟ کدوم به تو تارگت داشته که حرفه‌ای بودی که تو رو زده و رفته بیرون؟ اون منو گردن گرفته، تو حق نداری به من الان تارگت بزنی. اون منو گردن گرفته، شب منو زده رفته بیرون. ها نقص کن، نمیتونی. کی تو رو تارگت کرده تو این بازی به غیر من از روز بلایند؟ آقای فرد کدومشون حرفه‌ای بوده با دست من نشون بده. اینکه میدونم زودیاک بود، اینو مطمئنم زودیاک بود. از بین اون دو تا به من بگو کدومشون حرفه‌ای بوده تو رو زده. هیچ کدوم. این میگم زودیاک بازی بوده. آقای علیرضا با من امروز سایده. شما دارید میگید من اون ساید بسته، من به اون رای دو دادم، گفتی سیبل من رای ندادم، شما رای کشید زیرش. ببین آقای علیرضا، بچه ها کسی چالش میخواد؟ ببین آقای علیرضا، شما دو تا صحبت داشتی که از نظر من نوعی فالشه.
یکی این که وقتی چند تا خروجی هست میگی فلانی حرفه‌ای بوده و من را زده خودش رفته بیرون، یعنی میخوای به فکت این که حرفه‌ای تو را زده خودتو سفید کنی. هر کسی توی بازی این کارو میکنه برای من سیاه میشه، اصلا هر کی میخواد باشه. دو، شما برگشتی گفتی مافیاها خیلی خاموشن. خب این آقای صبحان که از هر پنج تا ما روشن‌تره که حرف خودتو نقض کردی، یعنی خودت یه چیزی رو مطرح کردی، بعد شما میگی آقا پروانه که شهره، به منم که داری اطلاق نقش میکنی، میگی خودت هم نقشی، پس چرا این بار تارگت مستقیم به این دو بزرگوار نمیزنی؟ بگو این دو تا مافیان دیگه، مستقیم نمیگی. آقای صبحان ببین من نمیتونم به باز ببندم جا چالش به من میدی؟ آقای صبحان من نمیتونم به بازیت اعتماد کنم. چرا؟ چون از روز یک شما نقل مجلس بودی، اومدی بالا تو دفاعیه تو صحبت، ولی نرفتی بیرون. یا مافیاها تو رو نگه داشتن که هر روز راجبت صحبت بشه، یا واقعا مافیایی هستی که داری هم میزنی. نمیتونم به بازیت اعتماد کنم. چالشم دادم بهشون. آقای محمد جواد نمیشه، این دو نفر با هم سایت بستن، شما تو ترنتون به اون تارگت میزنی، تو چالشتون به این تارگت میزنی. بعد نکته بعدی خانم پروانه که شما دوتا رو با هم دیگه باکس کردش، من بهشون اعتماد میکنم. شما هم آقای فرزانی که رفته بیرون خونده شهر باهات سایت بسته، هم آقای آریانی که خونده شهر رفته بیرون با شما سایت بسته، نمیشه که دوتا شهرمن با شما سایت بستن، جفتشون از الان از بازی خارج شدن و شما روز اول زودیاکی رو سوار شدی، وقتی دیده دارن به تارگت زودیاکی میزنن زودیاکی رو سوار شدی که حرفه‌ای تو شب نیاد سمتت. اینم فکت بعدی شما برای منه. شما قطعی شهر مافیایی این بازی هستی از نظر من. آقای محمد جواد دید سه نفر به شما تارگت زدن، با آقای علیرضا تارگت زد، دید خیلی زایست داره از رو شما شیک میکنه، چالش گرفت شما تارگت زد. شما دوتا یارید. بسیار خوب، صحبت های روز سوم رو شنیدیم. پنج نفر تو بازی هستین با سه رای و بیشتر کسی وارد دفاعیه میشه. رای گیری از آقای صبحان آغاز خواهد شد و به آقای علیرضای پلاس ختم میشه در جهت عقربای ساعت. بریم برای رای گیری. صبحان داخل دفاع، رای کامل. پروانه، علیرضا یک، محمد جواد یک، علیرضا پلاس یک. تک دفاع آقای صبحان بفهم نبودید بچه‌ها. ببینید مگه قرار نبود با اون سایت بگیریم؟ مگه قرار نبود با علیرضا بیم؟ علیرضا که تو شهروند بودی که خیلی بد بود این جای بازیت. اگر تو شهروند بودی که من آدز برات شهروندی نمیذارم خیلی بد بودی. یه پلیری گفته دیسیبله، من بهش رأی ندادم، شماها رأی کشیدید زیرش، منو دارید میارید الان به جرم اون بیرون. دیسیبل بود، شما فهمیدید دیسیبل بود، رأی نمیدادی، رأی نمیدادی، رأی نمیدادی، رأی نمیدادی، رأی نمیدادی. تو اعتقاد داری من زودیاکی برداشتم که حرفه‌ای منو بزنه؟ خب میزد، نمیرفت بیرون که. رول بوک میدونه دیگه، منو بزنه، منو زودیاکی بزنه، نمیره بیرون. ولی الان بیرونه. شو کردید دیگه بابا، مبارکتونه، ولی کار دیگه دست من ساخته نبود. ببینید شما اشتباه کردین توی این بازی. اونی که دیسیبل بوده رأی دادید. یه مافیا از بین شما از توی بازی ما رفته بیرون، یا این بوده یا اون بوده دیگه. من که با این دوتا از روز معارفه تو جنگ بودم. الان چرا آل این جرید روی من و حتی یه رأی نیومد با من به علیرضا رأی بده، یه رأی نیومد با من به این رأی بده؟ تو اگه بم گذاشتی جلو خودت خوب بودی. ممنونم، صحبتاش رو شنیدیم. کسایی که علیرغم دفاعی که از آقای صبحان شنیدن، از بین شما چهار نفر در روز روشن قرار رأی گیری بشه و باید سه دست و بیشتر بالا بیاد تا بازی رو ترک کنه، با دو دست و بیش و کمتر تو بازی میمونه. کسایی که میخوان این اتفاق برای صبحان بیفته و به بیرون بازی هدایتش کنن، بعد از شمارش دست بالا و نگه دارن. یک، دو، سه. سه رای اووردی صبحان جان. وصیت؟ بسیار بشین صبحان، تو بازی باش. محافظ جلوی زودیاک و برای خونسا کردن بوم کارش انجام داده. اوشن دیزیبل شده، از بازی رفته بیرون، نتونسته کار انجام بده و عناصر مهم شهر شامل کاراگاه، دکتر، حرفه‌ای همه بیرونن. دو دو مساوی، مافیا برنده یه بازی. یه لحظه فقط نگه دارید موین جان، بعد بازی صحبت ها اینا رو با یه میکروفون و یه دوربین رو دستت باید بگیری، یک شو آف کن، ولی با یکیش بچرخ صحبت ها رو بگی. خسته نباشید، مافیا برنده یه بازی. آقای علیرضا، آقای علیرضا پلاس. بابا چرا اینطوری میکنی؟ من که رأی دو بد ندادم، میگم رأی یک. آقا من رأی دو بد ندادم کرده بودم بیرون. بابا حالا پروانه من گروه بالاخره تو همینا دارن اعتراف میکنن تو نشیدی نه نقشه مافیا شما
آقا من که بوم بودم خدای من مجبور بودم ملق بزنم تو بازی، ولی پروانه با چه نقشی فهمید من مافیام؟ کل شهروند داشتن پشت دست من بازی میکردن، نامردی بود. من از این آقا عکس شب داشتم، میرسم ایشونو شات کنم نکردم. لطف کرد منو کردم باز ببین این فیل بودنت نشون میده. من به اسم باجنامم. من خوشحال شدم از بازی توی این دکی که نشستم، تا حالا تو این دک بازی نکرده بودم، دک بسیار زیبایی بود. از این به بعدم بیشتر میام تو این دک، خیلی جو بسیار بسیار محترمی داشت. خیلی لذت بردم، خیلی اولین تجربه من در بازی مافیا بود و از یارام تشکر میکنم و فکر میکنم دلیل اصلی بردمون این بود که رو هم دیگه نگرفتیم، شهر رو دونه دونه بیرون کردیم. تبریک. تو روز اول به نظر خودت چرا اجماع شدی روی این سه گزینه؟ از نفر دوم به بعد همه گفتم من آخه برای اینکه تو دیالوگت بلند شو من شهر به درد بخوری. خب معلومه مافیا. رای بین سه اشقام بین سه گزینه آخرین دفاعی تو جلوی سه تا مافیای هار و یک زودیاک هار اینه که من خیلی بلد بخوام. خب میگم برو بیرون، سه تا گزینم از چهار تا رای برای خود خیلی تازه کم هم آوردی. ما سب به شهر این بود اشتباهی. خب بزنه بیرون دیگه. نه اگر هشت نفر منو نداشتن، هیچ حرفی نمیزدم. تو اونجای بازی اگه میگفتی که خب ما خیلی هم مهم نیست اونا در ایام ولی قضیه بهم پرچم شده بود. هر چالشی هم میگرفتم بیشتر پای میرفتم. مافیا خیلی خوب بازی کرد، یعنی من یه جوری انداخت یه گوشی هر چالش من بیشتر فرو میرفتم. من بعد یه بار نه آقا ان شاء الله افتضاح. مرسی شدین ها. نه استوب شدین. اوکی بچه ها خسته نباشین، بازی خوبی بود.